خوشحالیشون رو و ناراحتیشون رو از اونچه که اتفاق افتاده در این روزهای اخیر، تدابیر عالی که داشتند برای حل مشکلات و تدابیر تکمیلی که هست انشاءالله. همسایه غربی در شوک، انفجار تروریستی در خیابان استقلال استانبول با حدود 60 کشته و زخمی. کسانی که از پیگیری نظارتی مجلس به دنبال بازنمایی اختلاف بین قوا هستند باید بدانند که مجلس حمایت دلسوزانه از دولت را به عنوان دوست دلسوز وظیفه خود می‌داند. بی بی سی فارسی وابسته به دولت انگلیس از 10455 خبری که منتشر کرده 6818 خبرش خلاف واقع بوده، یعنی 65% خبر دروغ. بعد از 11 روز جسد رو به خانواده بر میگردونن. رسانه ها میگن که منو کشتن ولی من سعی و سانه من اینجا نشستم. یکی از اون پاتک ها بود و من قرار بود برم منطقه. از روزهایی میگوید که یک جوان 20 و چند ساله بود و خبرنگار مناطق جنگی. از زمین و هوا همه چی رو بمباران میکرد. اولین بانوی رزمنده‌ای که نتایج مشاهداتش را از جنگ تحمیلی فیلم نامه کرد و کارگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، شبتون بخیر. به اخبار 23 خوش اومدید. در پی اتفاقات اخیر در برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان، هیئتی از سوی رهبر انقلاب به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری به زاهدان سفر کرد. این هیئت به منظور ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم این استان و دلجویی از بازماندگان شهدا، جانبازان، جانباختگان و مجروحان حوادث اخیر به زاهدان سفر کرده. اومدیم که انشاءالله سلام رهبر عزیزتر از جانمون رو به مردمان سلحشور و عزیز استان سیستان و بلوچستان برسونیم و اندوه ایشون رو و ناراحتیشون رو از اونچه که اتفاق افتاده در این روزهای اخیر، تدابیر عالی که داشتند برای حل مشکلات و تدابیر تکمیلی که هست انشاءالله با بزرگان استان انشاءالله جلسات متعددی رو خواهیم داشت، هم با علما، نخبگان، رؤسای طوائف و گروه های مختلف از عزیزانی که در این حوادث شهید دادن، جانباخته دادن، جانباز دادن، مجروح دادن. انشاءالله دیدارهایی خواهیم داشت، از اونها دلجویی خواهیم کرد. مأموریت رئیس جمهور به وزارت ارتباطات با رصد وضعیت کسب و کارها در بستر اقتصاد دیجیتال، مشکلات و موانع احتمالی اونها را با سرعت و جدیت پیگیری و رفع کنید. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت همچنین از تشکیل هیئت مولدسازی اموال راکد و مازاد دستگاه‌ها در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت دولت با تشکیل این هیئت بر مولدسازی اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها نظارت خواهد کرد. با توجه به فرارسیدن فصل سرما و افزایش مصرف انرژی، رئیس جمهور وزارت نفت رو هم مکلف کرد برای بهینه شدن مصرف انرژی راهکارهای مناسب رو در نظر بگیره. شمار کشته شدگان انفجار در ترکیه به 6 نفر رسید. 53 نفر هم مجروح شدند. این انفجار عصر امروز در خیابان استقلال در منطقه میدان تقسیم استانبول رخ داد. به گفته رئیس جمهور ترکیه، انفجار تروریستی و انتحاری بوده. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته. سازمان نظارت بر رسانه‌های ترکیه انتشار هر نوع اطلاعاتی درباره انفجار امروز استانبول را ممنوع کرده. طبق دستور شورای عالی رسانه‌های ترکیه، رسانه‌های اجتماعی از جمله یوتیوب و فیسبوک هم در این شهر از دسترس خارج شدند. دلار توافقی وارد کانال 32 هزار تومانی شد.
بعد از نوسانات چند روز اخیر در بازار ارز، قیمت دلار توافقی امروز هم به روند نزولی خودش ادامه داد و در بازار متشکل با کاهش حدود 100 تومانی نسبت به دیروز حدود 32900 تومان معامله شد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، امروز از مجموع 1 میلیارد و 232 میلیون دلار عرضه شده در سامانه نیما فقط 273 میلیون دلار اون معامله شده. بیش از 65 هزار نفر طی 2 روز سبد سهام خودشون رو بیمه کردن. عرضه اوراق بیمه سهام امروز هم ادامه داشت. ارزش این اوراق با نماد سهامیار 1 ریاله و با خرید 1 واحد اون سبد سهام افراد تا سال آینده بیمه میشه. بیمه سهام سبدهایی رو که ارزشش کمتر از 100 میلیون تومانه بیمه و سود 20% رو تا سال آینده تضمین میکنه. عرضه سهامیار تا شنبه 28 آبان ادامه داره. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز لایحه دو فوریتی الحاق 1 تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی خودرو رو که به اسقاط خودروها مربوط میشه بررسی کردند. لایحه پیشنهادش بر اینه که در صورتی که گواهی اسقاط تو سامانه نبود و تولید با اختلال مواجه شد، وزارت سبز مجاز با 1.5% قیمت خودرو که از خودروساز میگیره عمل شماره گذاری و پلاک گذاری انجام بشه. در این قانون به گونه پیش بریم که نتیجهش این نشه که پولی که برای اسقاط هست اینقدر در جاهای مختلف بره یا صندوق در جایی بره که تعارض منافع پیدا بشه. رئیس مجلس هم در این جلسه گفت مجلس با وجود اختلاف سلایق و نظرات کارشناسی توانش رو به کار گرفته تا دولت رو در انجام وظایفش یاری کنه. کسانی که از پیگیری نظارتی مجلس به دنبال بازنمایی اختلاف بین قوا هستند باید بدانند که مجلس حمایت دلسوزانه از دولت را به عنوان دوست دلسوز وظیفه خود می داند. در نوبت عصر مجلس هم نمایندگان با 1 فوریت طرح قانون الحاق 1 ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موافقت کردند. یک مرکز افکار سنجی عملکرد ماه‌های اخیر چند رسانه فارسی زبان خارج نشین رو زیر ذره بین برده. نتیجه این پژوهش اما قابل تأمله. انتشار 38003 خبر کذب درباره ایران به دست رسانه‌های خارج از مرزهای ایران. این نتیجه پژوهش یک مرکز افکارسنجی است. کارشناسان این مرکز روی عملکرد 46 روز اخیر تلگرام، توییتر، اینستاگرام و سایت چند رسانه نور افکن انداختند. میگویند از 23 شهریور به بعد بی بی سی فارسی وابسته به دولت انگلیس از 10455 خبری که منتشر کرده 6818 خبرش خلاف واقع بوده. یعنی 65% خبر دروغ. بعد از 11 روز جسد رو به خانواده برمیگردونند. رسانه‌ها میگن که منو کشتن ولی من سعی و سالم الان اینجا نشستم. ایران اینترنشنال وابسته به دولت سعودی 21168 خبر داشته که 13579 تای آن کذب بوده. این رسانه هم 64% دروغ گفته. کشتن یک صدای دیگر در خیابان‌های ایران. تمام اینا دروغه. از 17388 خبر منتشر شده توسط صدای آمریکا هم 8000 خبر دروغ بوده و این یعنی 46% خبر. نسرین قادری دانشجوی اهل مریوان در جریان اعتراضات تهران در پی وارد آمدن ضربات متعدد باتون به سرش به کما رفته بود. واشیم دو مردم هست اش قصیق نقنیه و درست نیم ام سن صحتی نیم کار نکن. و رادیو فردا وابسته به دولت آمریکا هم 11360 خبر انتشار دادند که 5612 تای آن خلاف واقع عذاب در آمد. یعنی 49% اخبارش دروغ بوده. ناهید مصطفی پور در تظاهرات تهران ربوده شده و 9 روز بعد جسدش به خانواده‌اش تحویل داده شد. کاملا تکذیب میکنم تمام این خبرها دروغه. 9 روز پیش من و ناهید داشتیم تو خونه میخندیدیم.
داشتیم. من و تو وابسته به جریان بهائیت هم 7442 خبر داشت که 3994 خبرش تو زرد از آب درآمد. یعنی 54% دروغ. دست کم 19 تن از اونا در جریان خیزش سراسری به دست نیروهای سرکوب کشته شدن. بام تا شام دروغ میگن. از صبح تا شب حقایق رو وارونه میکنن. در این پژوهش به 5 دروغی که در 46 روز گذشته بیشترین بازنشر را در این رسانه ها داشته هم اشاره شده. اولینش ادعای دروغ حمله نیروهای امنیتی به مدرسه شاهد اردبیل و بازداشت 19 دانش آموز و جانباختن یک نوجوان به دلیل خونریزی داخلی. دوم، ادعای دروغ کشته شدن 34 کودک در اختشاشات اخیر توسط پلیس. سوم، ادعای دروغ فرار مقامات جمهوری اسلامی با 5 پرواز روزانه به خارج از کشور. چهارم، انتساب دروغ عملیات تروریستی شاهچراغ به نظام جمهوری اسلامی. و پنجم، ادعای دروغ استفاده از کودکان به عنوان نیروهای امنیتی. این رسانه ها در 6 هفته اخیر به طور متوسط هر 100 ثانیه یک دروغ منتشر کردند. از روز اول آگاهانه دروغ بوده، چون از اساس دروغه. تمام دروغ‌های دروغ میگن. عادی سازی دروغ. این دروغ محضه. دروغ‌های باختن این جور چیزها لزوما برای قانع کردن مردم نیست. فقط کافیه که شما بذر تردید بکاری در دل مخاطبتون تا اون کار خودش رو در واقع تا حدی انجام داده. یک بام و دو هوای رسانه‌های فارسی زبان، این بار بر بام اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای ایرانی. کسب و کارشون وابسته به اینستاگرامه، یعنی از نون خوردن میخوان بندازن. ابراز نگرانی برای کسب و کارهای اینترنتی، چون 10 میلیون نفر الان داره همین اینطوری داره بیکار میشه. 100,000 کسب و کار چیزی نزدیک بشه 1 میلیون نفر رو حتی بیشتر رو با خودش درگیر بکنه. روزانه 145 میلیارد تومان به کسب و کارهای مجازی خسارت وارد میکنه. حمایت از تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی، ورود رسمی مدیران و شرکت‌های حکومتی به دیجیکالا، اینها موضوع برنامه‌های چند رسانه فارسی زبان خارج از کشور تنها در فاصله چند روز است. بعد از تعلیق فعالیت برخی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور، این شبکه‌ها در برنامه‌های متعددی از به خطر افتادن اقتصاد دیجیتال ایران گفتند. سهم اقتصاد دیجیتالی از تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس گزارش‌ها حدود 7.2% بر اساس گزارش بانک مرکزی بر مبنای ارزش تولید ناخالص داخلی سال گذشته، یعنی 470 هزار میلیارد تومان از اقتصاد ایران در معرض تهدید و خسارت است. حالا جهتگیری گفتگوها تغییر کرده. موضوع برنامه ها حمله به برخی کسب و کارهای اینترنتی است. در همین راستا بسیاری هم با هشتگ تحریم نخرین این کلیپ رو به اشتراک گذاشتم. این رفتار دوگانه موضوع صحبت برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. چقدر واضح اقتصادمون رو هدف گرفتن. سناریوهای تکراری برای همه برندها و شرکت‌های موفق کشور، و البته بعضی از مردم ساده هستن که باور میکنن. میهن، کبیر، طبیعت، دیجیکالا، اسنپ، تپسی و غیره، جمعاً بالای 100 هزار کارگر و 500 هزار خانوار. تحریم دیجیکالا و اسنپ با هدایت رسانه‌ای خارجی نشون داد که دشمنان هیچ پیشرفتی رو برای ایران نمیتونن ببینن. عملیات تروریستی فقط ترور و بمب‌گذاری نیست، همین که با فریب رسانه‌ای کاری می‌کنند که صنعت و کارآفرین کشور خود را نابود کنید، عملیات تروریستی است. این حملات در حالی است که بنابر اعلام مرکز ملی فضای مجازی، کسب و کارهای اینترنتی با سازوکارهای حمایتی این روزها در حال رونق گرفتن هستند. بیش از 60% کسب و کارها در پلتفرم‌های ایرانی حضور پیدا کردند. حالا در فضای مجازی در واکنش به رفتارهای دوگانه رسانه‌های فارسی زبان نوشتند: چطوریه که این رسانه‌های اونورآبی تا به پلتفرم‌های خارجی میرسن نگران کسب و کار و معیشت مردم میشن، ولی وقتی پای پلتفرم‌های ایرانی میاد وسط شعار تحریم و نابودی سر میدن. فکر میکنید هدفشون جز زدن فناوری و توانمندی ایرانیه؟ با 23 همچنان همراه شما هستیم. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشده. 350 بانوی هنرمند ایرانی با انتشار بیانیه ای از تلاش رسانه‌های غربی برای شنیده نشدن صدای زن مسلمان ایرانی گفتند. یکی از اون پاتک ها بود و من قرار بود برم منطقه. از روزهایی میگوید که یک جوان 20 و چند ساله بود و خبرنگار مناطق جنگی. از زمین و هوا همه چی رو بمباران میکرد. اولین بانوی رزمنده‌ای که نتایج مشاهداتش رو از جنگ تحمیلی فیلم نامه کرد و کارگردان.
بچه که کنار جنازه مادرش پیدا کرد. اسمش چیه؟ خاطر خودت بجاستم اسمش حسین علم الهدا سیلاوی. خاطراتی که تا امروز موضوع ثابت فیلم هایی است که ساخته و جایزه های متعدد جشنواره های ملی و بین المللی را از آن خود کرده. ما 40 سالی که ایستادیم در مقابل این حوادث. واکنش او به حوادث اخیر از آشوب و اغتشاش تا شهادت هموطنانش در شاه چراغ حالا در این بیانیه آمده. اجازه نمی دهیم جنجال نمایشی برخی چهره ها سیمای عفیف و موفق بانوی مسلمان ایرانی را محو کند. 350 بانوی هنرمند دیگر هم پای این بیانیه را امضا کردند. از نقاش و طراح و خوشنویس و گرافیست گرفته تا شاعر و موسیقیدان و عکاس. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد. چرا که تمدن غرب نمیخواست بازگشت زن به اصالت خود را بپذیرد. شنیده نشدن صدای زن مسلمان ایرانی در هیاهوی جنگ تبلیغاتی دشمن را دلیل نگارش این بیانیه دانستند. صدای زن مسلمان ایرانی شنیده نشد چرا که صدا و تصویر او برای آن انگاره لذت جویانه‌ای که غرب و استدیوها و کمپانی‌های هالیوود از زن ساخته بودند ویرانگر بود. گفتند به نام زن زندگی و آزادی و نوشتند همین شناخت ناقص از زن ایرانی دلیل تولد شعارهای غریب شده و بعد توجه مخاطبانشان را به نمونه ای از نقش آفرینی زنان اصیل ایرانی جلب کردند. آنگاه که بانوی ایرانی ماندگارترین نقش ها را بر تارک سینمای پس از انقلاب نقش بست و آنگاه که پر افتخار و پر غرور بر سکوی قهرمانی جهان پرواز کرد، صدایش در تلاطم رسانه‌ای غرب شنیده نشد. تلاشی که از نگاه این کارگردان 68 ساله ایرانی یک تلاش تکراری و ناکام است. ما میدونیم که دشمن چقدر از پیشرفت ما، از وحدت ما نگرانه و تمام تلاش خودش میکنه که به عناوین مختلف لطمه بزنه جلو این پیشرفت رو بگیره، ولی خوشبختانه ناکام مونده. زینب شخماقی، خبرگزاری صدا و سیما. سخنگوی وزارت خارجه به دولت مردان فرانسوی و آلمانی توصیه کرد در روابطشون با ایران عاقلانه رفتار کنند و بدونند که احترام و منافع متقابل تنها راه همکاری پایداره. آقای کنعانی دیدار رئیس جمهور فرانسه با یکی از چهره‌های معاند ضد ایرانی و همراهان وی را در پاریس نقض فاحش مسئولیت‌های بین‌المللی پاریس در مبارزه با تروریسم و خشونت طلبی دونست و تاکید کرد این اقدامات ضد ایرانی در حافظه مردم ایران حک میشه. سخنگوی وزارت خارجه همچنین سخنان صدر اعظم آلمان درباره ایران رو مداخله جویانه، تحریک‌آمیز و غیر دیپلماتیک دونست و با اشاره به کارنامه سیاه آلمان در حمایت از رژیم صدام، پناه دادن به گروه‌های تروریستی و تجزیه طلب و سکوت در برابر اقدام تروریستی داعش در شیراز تاکید کرد مطالبات حقوق بشری ایران از مقامات آلمان فهرست بلندیه و این کشور باید درباره گذشتش شفاف سازی کنه. ثبت نام نوبت اول آزمون سراسری عصر امروز پایان یافت. با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور سراسری از امسال دو بار در سال برگزار میشه. نخستین نوبت کنکور روزهای پنجشنبه 29 و جمعه 30 دی امسال برگزار میشه. بر اساس اعلام سازمان سنجش حدود 1 میلیون نفر در نوبت اول این آزمون ثبت نام کردند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت شمار بیماری‌های تحت پوشش کامل صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج به 100 مورد افزایش یافت. پیش از این در مرحله نخست تشکیل این صندوق 27 بیماری مشمول حمایت‌های بیمه شده بود. بیماران خاص، بیماران نادر و بیماران صعب‌العلاج و افراد نیازمند که کمیسیون استانی کارشناسی میشه و اونجا میتونن مبالغ رو پرداخت کنن. از مردم عزیزم میخوام اگر این مشکل رو دارن به ادارات کل بیمه سلامت و معاونت های درمان دانشگاه مراجعه کنن یا تماس بگیرن که بتونن از این صندوق برای بیماری صعب‌العلاجشون استفاده کنن.
با پیروزی نامزد دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا در ایالت نوادا، این حزب تونست اکثریت رو در سنا حفظ کنه. حزب دموکرات که حامی بایدن رئیس جمهور این کشور 50 کرسی از 100 کرسی سنا رو به دست آورده و با توجه به اینکه معاون رئیس جمهور هم یه رأی اضافی در سنا داره، دموکرات‌ها با 51 رأی همچنان در سنا اکثریت رو دارن. جمهوری خواهان 49 کرسی در مجلس سنا دارند و انتخابات برای یک کرسی دیگه مجلس سنا به دور دوم کشیده شده. البته در مجلس نمایندگان دموکرات ها اکثریت را از دست دادند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان میگه با پیگیری قوه قضاییه زمینه اشتغال 460 نفر در شرکت پالایش نفت آفتاب بندرعباس بعد از وقفه دو ساله فراهم شد. جهت ایجاد توسعه در فازهای مرتبط با پالایش خودش با مشکل و گره جدی مواجه شده بود که به دستگاه قضایی استان مراجعه کردند. موضوع در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومت استان مطرح شد و چون مشکل جدی بود و استان یک سری اختیارات نداشت، موضوع رو به مرکز منعکس کردیم، پیگیری‌هایی کردیم. الحمدلله مشکل این شرکت حل شد. و اداره مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد تا حالا جهشی در ویروس آنفلانزا مشاهده نشده و اون چه دیده میشه مربوط به سویه‌های قبلیه. رعایت شیوه نامه‌ها و زدن ماسک همچنان برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری توصیه میشه. خود نظر وزارت بهداشت بابت درمان آنفلانزا طریق در واقع طب ایرانی سنتی چی است؟ چه نظری داره وزارت بهداشت؟ ببینید، استفاده از گیاهان دارویی از دیدگاه وزارت بهداشت، گیاهان دارویی که اثر اونها ثابت شده بر روی کنترل علائم مورد نظر هست و باید از این ظرفیت در کنار طب رایج حتما استفاده بکنیم. میتونی که دو نمونهشو بگید؟ ببینید، تو بحث‌های علامت درمانی ما خیلی استفاده می‌کنیم. اگه با سرفه خشک روبرو هستیم، توصیه می‌کنیم از گیاهان دارویی لابدار مثل بهدانه استفاده کنن. اگر تب طول کشیده هست یا تب در شرایطی است که می‌خوایم از گیاهان دارویی استفاده کنیم، استفاده مکرر از آب سیب یا ترکیباتی که از جوی پخته استفاده میشه میتونه مورد توجه قرار بگیره. بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، بیش از 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود داره. به گفته رئیس سازمان مالیاتی، تا حالا 110 هزار مورد از افرادی که ملزم به استفاده از کارتخوان هستند و به بهونه‌های مختلف از سایر ابزارهای پرداخت استفاده می‌کنند، شناسایی شدند. از پزشک‌هایی که حتی از رئیس سازمان امور مالیاتی هم نترسیدند. تو این یک ماه گذشته دو تا پزشک رفتن، با اینکه می‌دونستن من رئیس سازمان مالیاتی هستن، گفتن کارتخانمون خرابه و من کارت به کارت کردم. بس معلومه که با مردم بدتر از این رفتار میکنه. تو برخی وکلا که حق و زحمتشون رو به این شکل از مردم میگیرن، گفتن حالا مثلا دستگاه پودمون خرابه، کارت به کارت کنید یا برید بیرون پول نقد بگیرید بیارید. میدونین دلیلش چیه؟ احتمالاً همون بخاطر فرار از مالیات دیگه. صاحبان مشاغل پردرآمد و البته بدون دستگاه کارتخوانی که تعدادشون کم هم نیست. 10,000 مورد از کسانی که حالا پزشک، پیراپزشک، دامپزشک، اینایی که وکیل، اینایی که باید کارتخوان داشته باشن، 110,000 تا ما شناسایی کردیم که اینا فاقد کارتخوان هستن. بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، در کشورمون بیش از 100,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که یکی از روش‌های فرار ارائه حساب‌های متفرقه است. میره تو حساب منشی، میره تو حساب مادر، میره تو حساب عمه، میره تو حساب خاله. ما وقتی که میخواییم قانونی رو اجرا بکنیم، باید بتونیم راه‌های فرارش رو ببندیم که راه‌های فرارش همین جدا کردن حساب‌های شخصی از تجاریه. ایرادی که میگویند راه حل قانونی دارد. اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه معدیان کمک خواهد کرد که حداکثر شفافیت اقتصادی ایجاد بشه. با اجرای کامل اون قانون انشاءالله حل و فصل خواهد شد به شکل سامان محور. البته با گذشت حدود 3 سال از تصویب قانون پایانهای فروشگاهی و سامانه معدیان، هنوز این قانون به طور کامل اجرا نشده، موضوعی که برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد. ماده 234 آیین‌نامه داخلی اینو به عنوان ترک فعل به دولت، به قوه قضاییه بفرسته. در مورد دولت قبل این تنظیم شده و ارسال هم شده و از مدیران فعلی هم خواستیم که اینو تعیین تکلیف کنید.
که کی بالاخره به سرانجام میرسه. لایحه اخیری که آوردن مهلت رو خواستن که به شکل قانونی بهشون داده بشه. حالا که قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه معدیان به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی به شکل تدریجی در حال اجراست، در اولین مرحله شرکت‌های بورسی و فرابورسی رو به سامانه معدیان فراخونده، اما هنوز بخش‌هایی از این قانون همچون تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری به صورت کامل اجرا نشده است. سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما. خوش اقبال باشید تا فردا شب، خداحافظ.